با درود فراوان حضور بینندگان گرامی و ارجمند تلویزیون ایران فردا من سیروس مشکی وکیل دادگستری خوشوقتم که بار دیگر این توفیق رو دارم که تا ساعتی دیگر در خدمت شما بینندگان گرامی باشم برنامه در جستجوی عدالت هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت دوی بعد از ظهر به طور نمیتونم بگم مستقیم ولی پخش نخستش هست و بعد در روزها و ساعات دیگر هم بازپخش اون به نظر علاق مندان میرسه در این برنامه ما مسائل حقوقی و اجتماعی و ادبی بحث میکنیم و گفتگو داریم من خوشوقت هستم که در برنامه امروز با اندک تغییری نسبت به برنامه های هر هفته میزبان یک میهمان گرانقدر هستم که یکی از نویسندگان و پژوهشگران ارزنده ایران هستند و به موقع خدمت ایشون خواهیم رسید و معرفیشون خواهم کرد ولی مقدمه این بحث این است که در مجله فردوسی امروز که همکنون در کالیفرنیا و از کالیفرنیا منتشر می شود چاپ میشه به همت آقای عباس پهلوان روزنامه نویس قدیمی و استخوان خورد کرده ی عالم مطبوعات ایران که هفته گذشته یا یکی دو هفته قبل ششمین سال حیات خودش رو آغاز کرد یک سلسله مقالات چاپ می شود تحت عنوان ضد خاطرات از به قلم ای به نام آقای ناصر شاهین پر و این مقالات که این ضد خاطرات که در واقع خاطرات ایشون است از دوران قبل از انقلاب در ایران بسیار مورد توجه خوانندگان و مندان قرار گرفته و بحث های زیادی رو برانگیخته این بود که من فکر کردم که بی نیست در برنامه امروز تقاضا بکنم و دعوت بکنم از جناب شاهین پر که افتخار بدن و تشریف بیارن و میهمان برنامه ما باشن و با هم مقداری از خاطرات تلخ و شیرین ایشون که البته بیشتر شیرین هست بشنویم و با شما شرک کنیم آقای شاهین خیلی خوش آمدید سلام عرض بکنم خیلی متشکرم که هم فرمودید که در برنامه شما شرکت کنم و مهمان شما باشم خواهش خیلی ممنون من داشتم خاطرات شما رو میخودم البته خاطرات آقای شاهی پر تحت عنوان ضد خاطرات در حال چاپ هست به زودی فکر کنم از طرف شرکت کتاب قراره که منتشر بشه انتشارات شرکت کتاب هم همونطور که میدونید از طریق آنلاین و کامپیوترها میتونید سفارش بدید ز... کتاب زد خاطرات آقای شاهین بر کی فکر میکنید که به سلامتی در که ما این اسم زد خاطرات رو بعد از بحث های مفصل برای کتاب گذاشتیم کنار اسم کتاب شد پنجره رو به دیروز بله صحیح این کتاب من فکر میکنم که تا اواخر ماه آینده حتما منتشر بشه بله بی صبرانه منتظری من یادمه که در جز خاطراتی که شما مینوشتید و بنده دیدم از آشنایی و رفاقت ها و شب و روزهایی که شما مثلا با آقای احمد شاملو نویسن شاعر فقید ایران داشتید یاد کردید گویا با هم خیلی نزدیک بودید شما بله عرض کنم که بعد کریدیتش به خودم بدم به این معنی که انجوی شیرازی آمد بود به خانه ما و پدر من رو تشویق کرده بود که بیاد بره با او همکاری کنه در روزنامه آتشبار این داستان مال زمان حکومت دکتر مصدق در سال 1330 شاید مادر من با این همکاری پدرم و سید انجوی روی خوشی نشان نمیداد مخالف بود برای اینکه معطوف به یک سوابقی است که حالا از بحث ما خارج در نتیجه یه روز مادرم گفت برو لارزار پاساژ بهار دفتر روزنامه آتشبار رو پیدا کن سر گوش آب بده ببینی پدرت اونجا چه کاره شده چون من فکر میکنم اینو اونجا بردن چایی بیارش کردن من هم از مدرسه در آمدم اون موقع کلاس دوم یا سوم دبیرستان بودم از مدرسه در آمدم و رفتم لالزار و پاساج و بهار رو پیدا کردم و بالاخره دفتر روزنامه رو پیدا کردم رفتم تو دیدم نه بابا پدرم پشت یه میزی نشسته و یه عینکی که هیچ وقت نداشت زده به چشمش و داره این فرمای باریک و دراز روزنامه رو که حروف چینی کرده بودن تصیح میکنه بله چاپ خونم هم اونجا بوده همون توی فردوسی بوده دیگه کنم که خب این گزارش مادر من کامل شد که پدرم اون چای بیار نشده اونجا داره این کارا رو میکنه اما روبروی میز پدرم یه مرد جوانی نشسته بود بسیار زیبا موهای خیلی زیبایی داشت من اون موقع مج... نیمتنه رو دیده بودم و دیدم این چقدر شبیه بتوونه خیلی از این آقاه خوشم اومد پدر منم رو کرد به اون آقا گفت احمد این ناصر پسر بزرگ منه احمد هم شد با من دست داد ولی اعتنایی به بچه ها نداشت نشست دنبال کارش من محو تماشای این آدم بودم نمیدونم چرا این آدم خیلی به دل من نشست این احمد شاملو آره اون موقع چقدر از شما بزرگتر بود؟ من موقع که من سیزده سالم چارده سالم بود او بیست و هفت سالش بود بله سیزده چارده سال از من بزرگتر بود البته این اختلاف سنی در اون زمان خیلی زیاد بود درست. من یه بچه بودم اون یه جوان برومت بود ولی معروفیتی هم داشت بله, بله، معروفیت داشت به عنوان شاعر میشنختنش سردبیری چند روزنامه کرده بود تا اون موقع و معروف بود در عالم مطبوعات و پدرم هم در تعریفش زیرگوش هم میگفت این هرچی مینویسه بدون چک نمیز پاک نمیز میره برای چاپ خب منی که برای نوشتن انشای اون ده بار کاغذ پاره میکردم تو یه چیزی رو بنویسم این حرفم دیگه برای من, من این آدم شد یه رول مدل برای من دیگه از اون به بعد خودم میرفتم نه به خاطر اینکه برم پیش بابام به خاطر اینکه برم احمد شاملو رو تماشا بکنم احمد شاملو شاید دوستان بدونن کسایی که زندگی شاملو رو تعقیب میکردن همسر دومی اگر اشتباه نکنم داشت به نام آیدا سوم که, که عاشقانه او رو دوست داشت خیلی از کتابهاشم هم از جمله آیدا درخت خنجر و خاطر و اینها رو برای آیدا گفته بود اما قبل از او با یه خانم دکتری مثل که اون خانم دکتر خانم دکتر توسی هایری همسر دومش بود همسر اولش خانمی بود نام اشرف که از فرزندار رو همه رو از او داشت از اشرف, از اشرف خانم داشت و روابطشون بعد از جدایی هم مثل که خیلی دوستانه نبود اصلا قبل از جدایی هم دوستانه, دوستانه, جدائی دوستانه. جدائی اصلا این نوع خاصی از رابطه بود که من رو دیگر هیچ جای دیگه ندیدم اون اشرف خانم زنی بود بسیار بسیار بددهن فحش میداد کاسوکوزه میزد میشکست قهر میکرد میرفت و بچه ها میموندن رو دست احمد بالاخره با کمک و مساعدت یه تعدادی از شاعران و نویسندگان این دوتا از دیگه جدا میشه چند تا فرزند داشت از اون خانوم؟ سیروس و سیامک و سیاوش و آخر کارم یک دختر به نام سامان خب با خانومی که اینقدر اختلاف داشت حتی در زمان زناشوی این همه فرزند داشته خدا رحم کرد که اینا با هم خوب نبودن وگرنه <تص> بله بفرمایید که من میدونم که شما البته در خاطراتتون خوندم با زنده یاد فروغ فرخزاد هم تئاتر بازی کردید و یک خاطرات زیبایی دارید ممکنه ماجرای اون تئاتر چی بوده ارز کنم به که من یک قصه ای رو در کتاب هفته چاپ کرده بودم به اسم سامان آقای عباس جوامرد مدیر گروه هنر ملی از من خواستن که ما این قصه رو به نمایش نامه تبدیل کنیم و نمایش بشه ما وقتی اینه به نمایش تبدیل کردیم اسمش هم عوض کردیم کردیم معرکه در تلویزیون ثابت پاسخال این اجرا شد اجرای این نمایش نامه سبب شهرتی شد برای من در بین محافل تئاتری و خب پاتوق اونم کافه نادری و ریویرای شهر و, و کافه فیروز و اونجاها بود جمشید لایق از طرف آقای جوامرد آمد گفتش که آقای جوامرد پیغام دادن که اگر موافق باشید ما این قصه شما رو به تئاتر تبدیل کنیم گفتم باشه من خودم هم اینو حاضرم به نمایشنامه تبدیلش کنم هم با همکاری همدیگه این رو به نمایشنامه تبدیل کردیم و در تلویزیون ثابت پاسال اجرا شد که خودش برای خودش کلی خاطرات زیبا داره و هیجان انگیز اما این سبب شد که بین محافل تئاتری من یه اسمی و شهرتی پیدا بکنم البته به شما عرض بکنم که در اجرای این نمایشنامه و یه دو تا نمایشنامه های تکپرده ای از بهرام بیزایی در حقیقت اینها اولین نمایشنامه هایی بودند که به وسیله نویسنده ای ایرانی نوشته می شدند و اجرا می شدند بل. تا قبل از اون تاریخ تئاترهای ما نمایشنامه های خارجی رو ترجمه میکردند و اجرا میکردند حالا ما کاری نداریم که چه کسانی این کاری میکردند و چقدر هم کار خوبی میکردند اونا سر جای خودش اما تئاتر ایرانی در حقیقت از این زمان ها و با این نوع فعالیت ها همچین جست گریخته شروع شد آقای شاهین سرکسیان یکی از کارگردان های ایران بود که عاشقانه تئاتر رو دوست میداشت ولی از اون حقوق بازی ها و زد و بند و عبور از پیچ و خم های اداری رو بلد نبود خیلی هم در کار خودش استاد بود زبان های انگلیسی، فرانسه، آلمانی، اسپانیایی، روسی، فارسی و ارمنی شما آشناییتون با شاهین بعد از اون تئاتر سامان بل اون که اجرا شد، بله اون تئاتر که اجرا شد، شاهین خواست من ببینه و با من یه کارهایی بکنه. ضمن صحبت چون من جوان بودم و خیلی بزلگو بودم و لطیفه میپروندم و خوش سخن بودم به عبارتی گفت آقا شما اصلا بیا تاعت بازی کن گفتم حاضرم اینها داشتن یه تئاتری رو نمایشنامه کسب و کار میسیز وارن از بر... برنارد رو میخواستن تمرین کنن من بردن خیابون چاره کالج در طبقه دوم یه ساختمونی که خانه مسکونی شاهین سرکسیان بود دور میز نهارخوری نشسته بودیم که روخانی بکنیم من متوجه شدم که رول اول این نمایشنامه رو دادن به من و رول مقابل من هم فروغ فرخ اون موقع شما چند سالتون بود؟ فروغ چند سالش بود؟ من فکر کنم اون موقع در سال 1340 بود من 24 سالم بود و فروغم 4-5 سالی از من بزرگتر بود اون موقع بل. بل این میشه سبب آشنایی من با فروغ ولی فروغ سابقه بازی در تاعت داشت اصولا این خیلی علاقه من بود اگرچه این تاعت هرگز به صحنه نیامد ولی بعد از این فروغ رفت به دنبال کار تاعت و کار کرد و دو سه بازی کرد فروغ میدونید که بینندگان عزیز حتما یادشون هست فروغ با سه کتاب دیوار و اسیر و اسیان معروف شد و بیشتر چهارپاره میگفت یا قزلواره ولی بعد ناگهان یک دگرگونی در زندگی و افکار او حاصل شد و به قول خودش تولدی دیگر پیدا کرد و اون کتاب جاودانش تولدی دیگر رو خلق کرد یکی از شاید اولین شعر این کتاب هم آیه های زمینیه من خاطرم از که در اون زمینه هم این اون شعر رو به شما تقدیم کردید نه برای شما خوند برای, بر اولین بار برای اولین بار شعر رو به صورت ناقص برای من خوند عرض کنم که ایشون دو جلسه سر تمرینات غیبت کرد تمرینات ش... تئاتر تمرینات تئاتر شاین سرکسیان به من گفتش که شاین پر برو در خونه فروغ ببین که چرا نیامده و آیا میاد میخواد ادامه بده ما لنگیم چه بکنیم خانه فروخ سر کوچه جهان بود توی خیابون تخت جمشید یعنی اولین کوچه نرسیده به جاده قدیم شمیران من بعد از کارم رفتم در خونه رو در زدم و دیدم که فروخ خیلی آشفته و خسته و با لباس تو خونه گفت خوب شد آمدی خوب شد آمدی بیا تو من برد تو اتاق من دیدم تمام سطح اتاق پر از کاغذه کاغذهای نوشته شده نانوشته شده مچاله شده و گفت یه دقیقه صبر کن و یه بیست دقیقه طول کشید که این از روی این کاغذا رو برداشت و گله هم کرد و پشت سر هم کرد و گفت حالا یه شعر میخوام برات بخونم شعر آیه های زمینی رو برای من خون قبل از شاب و قبل از انتشار بله من در اون سن و سال خیلی عاشق شعر بودم شعر رو میشناختم نیما خونده بودم اشعار شاملو رو میتونستم بخونم و میفهمیدم به غلط به غلط معتقد بودم که حافظ هم بلدم و حتی کلاس حافظم داشتم به رفقام حافظ خونی یاد میدادم به حال علاقه به این کارا بودم فرمایشتون رو فراموش نکنید ما چون یک موزیک ویدیو در نظر گرفته شده توسط آقای سپر کارگردان و یه برنامه به اون توجه میکنیم بره باز بره میگردیم به دنباله سخنانمون با آقای ناصر شاهین پر و خاطرات زیبایشون گوش میدیم غم درون دیدم چگونه قطر قطر آب می شود چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود نگاه تمام هستیم خرامی شد ای مرا به کام کشد به اوج می برد مرا به دام می کشد مرا به دام می کشد آمدی ز دور ها ز سر زمین ز سر زمین بینندگان گرامی بعد از دیدن این موزیک ویدیو زیبا باز میگردیم به دنباله برنامه در جستجوی عدالت همونطور که در آغاز برنامه ارز کردم امروز من در خدمت آقای ناصر شاهین پر نویسنده گرانقدر هستم و از خاطرات ایشون در زمینه های مختلف ادبی و هنری و یادبودهایی که از زنده احمد شاملو فروغ فرخزاد و دیگران دارند با هم سخن میگیم خب جامعه پرد به اینجا رسید که شما در مورد فروغ میفرمودید بله عرض کردم که رفتم منزلش که ببینم چرا نیامده سر تو که بعد این شعر آیاهای های زمینی رو که تازه سروده بود گفت تو اولین نفری هستی که وارد این خونه شدی میخوام برای یه نفر این شعر رو بخونم ببینم چه کار کردم وقتی شعر رو خوند یه یکی دو پاراگراف از شعر رو خوند اصلا موهای تن من راست شده بود برای که من دیدم این شناختی که من از فروغ داشتم که معمول فروغ نیست و دیوار و اینا بود من دیدم این چیزی دیگه است و خیلی به شدت من تحت تاثیر قرار داد و از من قضاوت میخواست که من گفتم این یک شاهکاره و من کوچکتر از این هستم که اصلا قضاوت بکنم روی این کار ولی این کار یک شاهکاره گو همینی که گفتی خوبه برای من قوت قلبه بلد. و خودش اطمینان این... نداشت بسید. با شناختی که شما داشتید این ای که اصولا در طرز تفکر فروغ پیدا شد یا جهان بینیش پیدا شد و ساختار اشعارش رو دگرگون کرد چقدر تاثیر گرفته بود از یار همیشگیش ابراهیم گلستان والا من نمیتونم چیزی بگم فروغ شخصا آدم روشن فکری بود انسان جوینده ای بود انسان متعالی بود میخواست از اونی که تا دیروز بوده بهتر باشه این تلاش رو داشت و را این که میرفته در دفتر ابراهیم گلستان و کارهایی میکرده و حقوقی میگرفته و البته رابطه نزدیکتر دوستانه دوستانه هم وجود داشته و بحث و نقد و انتقاد از طریق او هم به گوشش رسیده حتما یک دخالت هایی داشته حتما یک اثرهایی داشته اما اگر بخوایم بگیم که فروغ در مرحله تولدی دیگر دست پرورد آقای گلستانه حتما به بیراه رفتیم بله به اون تا... حد حت نبوده حتما به بیراه رفتیم نه ما چون چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم من دلم میخواد یک ماجرایی شما دارید در زمینه کارهای تئاتریتون که شاه ایران هم مثل که شاهد اون نمایش بوده و داستان شیرینیه اگر در ظرف دو سه دقیقه که فرصت داریم اینم بفرمایید خیلی ممنون میترسم وقت تنگ باشه و نتونم بگم به حال همون نمایشنامه معرکه رو ما میخواستیم که در تلویزیون ثابت پاسال انجام بدیم اما باید یک روز قبل از نمایش واقعی یک بار اجرا بکنیم و نماینده ساواک ببینه و تایید بکنه نماینده ساواک دید و گفت اون صحنه اول رو باید حذف کنید صحنه اول عبارت بود یک دیوار کاهگلی بلند که روش نوشته شده بود بر لعنت بر پدر مادر کسی که در این مکان بشاشد و نمایش از اونجا شروع می که عباس جوامرد روبروی این دیوار ایستاده و بی به اون شعار داشت کار خودش <applause> رو می کرد نماینده گفتش که این صحنه رو باید حذف کنید و خب بچه های تئاتری و خود عباس جوامرد هم با گردن کلفتی گفت آقا این اصل نمایشه من نمیتونم اینو حذف کنم گفت نه این باید حذف شه منم فردا میام که نگذارم اینو اجرا کنید آقای جوامرد به حسن خیاط باشی گفت این نماینده سواک رو ببر تو بوفه بشون آبجو جو بذار جلوش پسته بذار نمیدونم مخلفات سرگرمش کن حسن خیاط هم بچه شوخ و بزلگویی بود دیگه همیشه اینو بعد و بهش بگو که برنامه ما ساعتی شیش و نیم شروع میشه حالا که برنامه واقعا شش شروع میشه نمانده سواک گول میخوره میشینه اونجا ولی همچی که داشته آبی جو میخوردیم اینه اه 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 شروع شد و اون صحنه ای که این گفته بود انجام ندید تو تلویزیون میبینه تو تلویزیون دید تو بوفه تلویزیون دید که داره اجرا میشه پای اون دیوار اون کارا داره میشه شروع کرد به تهدید کردن و فوش دادن و و اینکه من همه شما رو میدم دستگیر کنن و میبرن و الو بلوی حرفا ما ها همه فرار کردیم از هر, هر کدوم رفتیم توی سوراخی و من صبح زود روز بعد رفتم به اداره مستخدم به من گفتش که آقا تو رو میخوان آقا یعنی موهینیان من دیگه دست پام از ترس داشت میلرزید گفتم هیچی دیگه نابود شدیم رفتم تو اتاق موینیان برای اولین بار در عمرم دیدم که لبخند ملیحی روی لب آقاس و به من گفتش که شما تئاتر هم می نویسید من نمی دانستم من به شما خیلی افتخار می کنم. تبریک عرض می کنم خیلی با محبت و مهربانانه که هیچ کس این فیگور رو تو صورت آقای موینیان ندیده گفتم بله ولی یه مشکلی هم جناب آقای پیش آمده گفت چیه داستان گفتم گفت اتفاقا علا حضرت از اون صحنه اول خیلی خوششون آمده بود و گفتم که من شما رو تشویق کنم <laughs> جناب شایین پر یه نکته دیگری خارج از این بحثا میخواستم که یه سوالی ازتون بکنم از شما به عنوان یک نویسنده و صاحب نظر برای به ویژه نسلی که بعد از انقلاب برآمده در ایران همیشه این مسئله مطرح بوده در مطالعه تاریخ مثلا 100 سال اخیر ایران که از دوره اواخر احمدشاه دوره رضا شاه و به ویژه دوره محمد رضا شاه دو موج دو موج سیاسی در ایران در کنار سایر افکار و اندیشه ها پیدا شد یکی افکار چپ بود و به اصطلاح افکار بلشویکی که بعد از انقلاب 1917 پیدا شد و در ایران رسوخ کرد و خیلی خیلی از جوانان ما روشنفکران ما نویسندگان و شعرهای ما گرایش پیدا کردن به این گونه افکار و در کنار او بعد یه خود بعدتر البته نهزت ملی طرفداران مصدق پیدا شد اه در چند دقیقه ای که می شود در این برنامه صحبت کرد اگر نظر خودتون رو بفرمایید که چه اتفاقی افتاد در اون دوران در تاریخ ایران که جمع عظیمی از جوانان و صاحب نظران ما یا به طرف حزب توده رفتن یا به طرف چه اشکالی بود که اینها پناه رو در این دو گروه میدیدند که هر دو هم از لحاظ رژیم حاکم بر ایران خیلی مطبوع و مطلوب نبود پاسخ جنابالی آقای دکتر به نظر من این است که مردم ایران از یک سکوت 20 ساله دوره رضاشاهی بیرون آمده بودند و وقتی که یه ملتی رو محروم از سخن گفتن و اظهار نظر بکنند و این ماجرا 20 سال هم طول بکشه وقتی اون فشار برداشته میشه مردم با شتاب میلیزن به طرف یه جایی که حرفی بزنند کاری بکنند و حضور خودشون رو اعلام بکنند چون حزب کمونیست اولین حزبی بود که سر از بیزه در آورد در حقیقت بعد از شهری وری بیست مردم زیادی رو به طرف خودش جذب کرد یک دو اینکه این یک مبدع بین المللی هم داشت یعنی یک خانه مادر هم داشت که اتحاد شوروی بود و آوازه تلقی و نمیدونم بزرگ شدن و صنعتی شدن و رفاه و از طریق تبلیغات اونها در دنیا میپیچید <applause> یعنی آیا مردم به صرافت تب رفتن سراغ اون یا یک سازمان های اینها رو جذب کردن نه سازمانه 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 که وقتی سازمان های حزب توده تشکیل شد اونها هم آدم ارگانیزاتور بودند اونها هم بلد بودند که چه بکنند کجا برند در میان محرومترین ترین طبقات رفتند طبقه کارگر رو به خودشون جذب کردند بعد ادعای روشنفکری کردند روشنفکرا رو به طرف خودشون جذب کردند البته اونها سخنی برای گفتن داشتند من اصلا مخالفتی با مرام و عقیده کمونیستی ندارم مخالفت من با اون حزب کمونیستی است که در ایران به وجود آمد وگرنه اون یک طرز اندیشه است اون یه نگاه فلسفی به جهان و این در مسیر تحولات جهانی که حقوق بشر توش به وجود آمد و آزادی ها به وجود آمد و نمیدونم حق رأی برای مردم به وجود آمد در کنار این طرز تفکر یه طرز تفکر دیگری هم زاییده شد به این معنی که گفتن که مسا... ادالت عدالت بدون مساوات مردم معنی نداره شما نمیتونید یک میلیارد رو با یک گدار رو بگید شما دوتا مساوی هستید برای اینکه هر دوتون میتونید برید پای صندوق رأی بدید ما برای اینکه میخ عدالت رو خوب بکوبیم میبایست که تصاوی اقتصادی هم در جامعه به وجود بیاریم این یه شعاری بود یه حرفی بود یه دیگه هم دنبالش رفتند و یه الگوهایی هم پیاده کردند شد یا نشد اینا امریز جدا من دارم مقوله فلسفیشو به شما عرض بله بله بله. درست؟ این یه تفکری بود در ایران به شکل دیگری افتاد نه جای مصدق چی اون وقت در مورد مصدق نبود. اصلا موضوع در مورد مصدق به نظر من بعد نگاهی دیگری بش کرد ما اگر که ادوار تاریخی رو تقسیم بندی بکنیم از بعد از جنگ ایران و روس ما یک دوره تازه تاریخی داریم در این دوره تازه تاریخی یک نوع بیداری در بعضی از اخشار مردم ایران به وجود میاد این شکست چه بود؟ دقیقا به شما عرض کنم این همون بیداری است که در شکست چالدوران به وجود نیامد اما دویست سال صد سال نمیدونم آدم نیست درست بعد در جنگ ایران و روس به وجود آمد که از عباس میرزا هم شروع شد و اخشار روشن فکر مملکت هم بهش پیوستند این بیداری مردم ایران مردم رو به طرف اصلاحات سوق میداد در مقابل این قشر اصلاح طلب در جامعه قشر سنتگرایی وجود داشت به اشکال مختلف چه در حکومت چه در نهاد دینی یا هر جای دیگری در مقابل این قشر اصلاح طلب بودند به این دلیل ما سه تا نخست وزیر داریم که فدای اصلاح طلبی خودشون در مقابل قشر سنتی جامعه شدند پای مقام فراهانی امیر کبیر دکتر مصدق البته خوشبختانه مطلبی که فرمودید طرح بابی است برای اندیشیدن و من امیدوارم که باز در فرصت‌های دیگه اینو بیشتر بشکافیم و بیشتر از جهات مختلف راجع صحبت بله, بله. موضوعی است که قابل و... قابل فکر کردن قابل بحث کردن میتونیم راجبش بشینیم صحبت بکنیم مطالعه کنیم و نتیجه گیری کنیم که چگونه است که در یه دوره 150 ساله سه نخست وزیری که به مصالح ملی میاندیشند باید از بین برند خیلی ممنون آقای پرما نمیشیم از خاطرات زیبای شما متاسفانه به پایان وقت برنامه امروز رسیدیم باید قول بدید که باز هم افتخار بدید و در برنامه ما کمک کنید و همراهی بفرمایید من همیشه در خدمت شما هستم وای دکتر به جناب علی ارادت دارم و امیدوارم که همیشه توفیق شامل حالتون باشه خیلی متشکرم بینندگان گرامی تا هفته آینده همه شما رو به پروردگار بزرگ می سپارم روز و روزگار خوش